بله میخوایم بریم پاریس مثل روزهای گذشته همراهشیم با همکارم نیلوفر پور ابراهیم نیلوفر اجازه از همین عکس آخری که نشون دادیم شروع کنیم خیلی عکس خبرسازی بود در رسانه های اجتماعی بله دیروز عکس های مشابه یا تصویر های مشابهی رو اتفاقا بیشتر داشتیم هم دیروز هم دوشنبه در شرایط مشابه زمانی که ورزشکاران اوکراینی در واقع رو به رو می شدن با ورزشکاران روس یا بلاروس و از کنار اونها قرار گرفتن در روی پودیوم خودداری می کردن برای گرفتن عکس و کنارشون نمی بلافاصله فاصله بعد از اینکه مدال رو می گرفتن با ورزشکاران دیگه در واقع رو به رو عکس می و رو ترک میکردن به نوعی این جنگ روسیه و اوکراین تهاجم روسیه به اوکراین به روی پودیوم هم اومده بود و این سمبل رو به نوعی این جنگ رو میتونستی ببینی و نشون میداد در یک مورد دیگه وقتی که ایهار بوکی شناگر سی ساله بلاروسی مدال طلا رو گرفت دو ورزشکار دیگه ای که اوکراینی بودن و مدال طلا مدال برنز و نقره رو گرفته بودن کنار حاضر نشدن بیستن و کنار رفتن یا در مورد دیگه که ورزشکار اوکراینی در واقع طلا رو برده بود دو ورزشکار روس بودن که برنز و نقره رو گرفته بودن با اونها عکس ننداخت و کنار رفت این اتفاق قبلا هم در توکیو البته اتفاق افتاده بود در اون شرایط البته اون دو ورزشکار یکیشون تونسته بود که طلا بگیره این وضعیت رو می‌بینیم در شرایطی که اوکراین با 140 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده در هفت رشته بلارو... روسیه با 88 ورزشکار و بلاروس با هشت ورزشکار اوکراین جزو تیم های قویه الان هم حالا دیروز در رده هشتم بود در تا امروز که من همین دقایقی پیش نگاه میکردم در رده نهم قرار گرفته در رده هشتم قرار گرفته با 45 مدال و نه طلا که نه تای اونها جزو تیم های قوی محسوب میشه در شرایط فعلی وقتی که ورزشکاران روس یا بلاروس مدال میارن و در واقع پرچم اونها بالا نمیره سرودی که برای اونها پخش میشه به جای سرود ملی کشورشون سرود سرود خود المپیک داره پخش میشه توی ورزشکاران اوکراینی چیزی که داریم بهش اشاره میکنیم حتی کسانی هستند که در همین جنگ آسیب دیدن یکی از اونها یک ورزشکار 29 ساله است که یک پاش در همین جنگ قطع شده 17 ماه پیش در باخموت و اون زمان گفته که فکر میکرده که زندگیش به پایان رسیده سفر نکرده هیچ کاری نکرده و خودش رو برای مرگ آماده کرده ولی بعد از اینکه در واقع به بیمارستان میره بهبود پیدا میکنه خودش رو آماده میکنه برای این مسابقات و تا اینجا هم تونسته به درخش ورزشکاران دیگه ای هم با شرایط مشابه در این مسابقات داشتیم که الهام بخش خیلی از ورزشکاران دیگه شدن بله نیلو فر تیم ملی والیبال نشسته اوکراین اشاره کرده که در همین جنگ سال گذشته در واقع قطع عضو شد ممنونم از نیلوفر فر همکارم از پاریس همراه ما بود